خدمت شما عرض کردم، من گفتم تهدیدی که این نظام و این نظام منحرفات نسبت به تشیع دارد خیلی شدیدتر و مهمتر از تهدیدی که امریکا دارد یا وهابیت دارد. امریکا که اصلا من اصلا امریکا را واقعا حقیقت امری نه تهدیدی برای تشیع نمیدانم، مگر اینکه خود شیعیان از حماقت خود بیان خودشان شاخ به شاخ بکنن با امریکا و حکومت ایران این کار را کرده. یعنی اگر شما واقعا شیعیان انصاف بدهید، مسلمانان شما اگر حرف من رو گوش میکنید واقعا اگر انصاف بدهید، در کشورهای غربی عموما که قانون اساسیشان چی آزادی دین، که شما هر طوری خدایتان را میخواهید بپرستید آزاد هستید، شما آزادی تبلیغ، آزادی بیان دارید، شما هر عقیده ای دارید، شما عقیدتان اینه خدا 20 تاست، خدا یکیه، شما میخواهید آتش را بپرستید تبلیغ بکنید که این آتش خدا هست، شما میخواهید که تبلیغ بکنید که الله وحده لا شریک له او خدا هست، میخواهید تبلیغ قرآن را بکنید، میخواهید تبلیغ فاشیزم را بکنید، آزاد، آزادی عقیده، آزادی بیان. خب این و اصلا با شما کاری نداریم که شما چجوری نماز میخوانید، چجوری روزه میگیرید، زن شما حجاب میکنه یا نمیکنه، شما گوشت خوک میخورید، شراب میخورید، گوشت حلال میخورید، شراب نمیخورید، اصلا آزادی شما، ما با شما اصلا کاری نداریم. از اون طرف بله خدمت شما به عرض برسانم که تا وقتی که شما جنایت نکردید، آدم نکشتید، ما دولت ما با شما کار هم نداره. خب این برادر من نمیگم این یک نظام بی عیبه، اما این خیلی بهتره از اون نظام کمونیستی که در شوروی بود، که شما حق نداشتید مسجد بری، شما حق نداشتید ریش بگذاری، باز اون ریش شما را میتراشید، شما حق نداشتید حجاب مراعات بکنی، حجاب بپوشی. یعنی بینندگان عزیز من، اگر آدم واقعا پیش خودش فکر بکنه، این نظام کافری که جهان غرب او را عرضه داره با عیبهایی که دارد، با این که اینها در جاهای ظلم میکنن، اون جایی که منافعشان باشه، اون جایی که آدم کشی باشه آدم میکشن، من اونها را منکر نیستم، در اون جایی که خدمت شما به عرض برسانم که احتیاجی داشته باشن به یک امری، اونجا اقداماتی میکنن، اونها رو منکر نیستم، اما روی هم رفته این در بین کشورها، این از اون حکومت بنی عباس که در اونجا شما نمیگفتید اشهد ان علی و ولی الله، میگفتید شما رو بچهایش کوچی که شما رو سر میبریدن، در از حکومت بنی امیه، از حکومت عربستان فعلی که امروز هست، از اونها خیلی بهتره، هزاران هزار مرتبه بهتره. و اصلا بینندگان عزیز من، من دشمنی اساسی و تضاد اساسی بین، یعنی اون تضادی که واقعا یک تهدید جدی برای مذهب ما باشه، درسته جوانان ما بیدین میشن، یعنی فرهنگ غرب جوانان ما را بیدین میکند، این من منکر آن نیستم، افکار غربی جوانان ما که اگر فکر اسلامیشان درست نباشه برن دانشگاه های غرب، اینها بیدین میشن. غرب طرفدار لاابالیگری هست که مردم آزاد باشن شراب بخورن، مردم آزاد باشن بیهجابی بکنن، اینها درسته، اینا رو من قبول دارم، اینا جنبه های منفیش هست، اینا رو قبول دارم، اما اینها تهدید جدی، اینطوری که بخوان که مذهب شیعه را از بین ببرن، عقاید شیعه را عوض بکنن، اینطوری نیست، مگر این که شیعیان خودشان مثلا امروز حکومت ایران عمدن آمده خودش شاخ به شاخ کرده با آمریکا که ما میخوایم در جهان مثلا ما آمریکا ستیزی از اصول دین ما، اصول مذهب ما هست، اسرائیل ستیزی اصول دین، اصول مذهب ما هست. خود غرب در اینجا دوستان عزیز همچین چیزی نداره، بلکه بالعکس وهابیت، ببینید شما امروز از دوستی خود با آمریکا چقدر استفاده کرد، با جهان غرب، کشورهای وهابی مانند امارات، مانند قطر، مانند عربستان سعودی، و روابط حسنه با تمام کشورهای دنیا دارن، با امریکا دارن، با اروپا دارن، در حالی که خود این وهابیگری خودش به تروریسم انجامیده و خود کشورهای غربی نمیدانن که چی کار بکنن با این پدیده تروریسم، با این هم با روابط حسنه ای که اینها داشتن نه تسلیم غرب شدن و مسیحی هم نشدن، در عین حال استفاده خیلی بزرگی کردن برای پیشبرد اقتصادشان، برای اینکه در تمام دنیا از وهابیت به نحو احسن تبلیغ بکنن، وهابیگری را در تمام کشورها، از کشورهای بگیرید، مالزی بگیرید، حساب بکنید،
هندوستان حساب بکنید، پاکستان حساب بکنید، بنگلادش حساب بکنید، مسلمان های چین، در تمام دنیا به نحو خیلی گسترده و اساسی اینها این را گسترش بدن، استفاده در این 30 سال 40 سال خوب استفاده کردن. از ناحیه دیگر برای شیعه ستیزی وهابیت در امریکا و در غرب یک یار خیلی خوب یافته، به خاطر اینکه حکومت ایران رهبری شیعه را به دست گرفته، یک حکومتی که رجال آن در دلسوزی نسبت به تشیع ندارند. حالا انگیزه واقعی آقای خامنه‌ای برای اینکه خودش شاخ به شاخ کرده با آمریکا، این انگیزه واقعیش چیه؟ من نمیدانم، شاید جاسوس شوروی هست، اونطوری که بعضی جاها گفته می شود که ایشان در شوروی درس خوانده در سالهای قبل از انقلاب، سالهای جوانی خود، که گزارش های من دیده اند در رسانه های غربی که ایشان چند سالی در اونجا در معهد KGB اونجا تربیت دیده. علت اصلیش چیه؟ الله اعلم، شاید این گزارش دروغ باشه. بعد حالا اینا رو من نمیدانم حقیقتش را. علت اصلیش چیه؟ علت مذهبی ما نداریم، علت عقلایی هم ما نداریم. یعنی واقعا این که ایران یک کشوری باشد این توانایی را داشته باشد که با آمریکا دست پنجه نرم کنه، ابدا. آمریکا و غرب ایران را میتونن که له بکنن، نابود بکنن، به طوری که بله دیگر تا 100 سال دیگر کار بکنن نتوانند، بله به عصر به اون زمانی که امروز اینقدر پیشرفت داره بر نگردن. حالا علت انگیزه آقای خامنه ای چی هست با برای دشمنی با آمریکا؟ این باید در جای خودش بله بررسی بشود که این چه منفعتی دارد که این کار را میکند. چون وهابیا دیدن، دوستان عزیز بیننده، که در رهبریت ایران که رهبری تشیع را به دست گرفته، اینها بهترین هدیه را به وهابیت دادن. اون چیست؟ بله کمک های غرب را، که غرب حلیف شد، غرب یار یاور وهابیت شد. وهابیت خوب استفاده کرد در این 30-40 سال، و الا فکر وهابی با فکر سکولار غرب هیچ همخوانی ندارد. ارزش های اینا کاملا متضاد هستند. اما غرب دست به دست وهابیت داد به خاطر اینکه اونها در ایران یک دشمن وحشتناکی می دیدن که نمی دانستن با این دشمن چی کار بکنن، و وهابی ها خوب از این دوستی خود استفاده کرد. لذا دوستان عزیز من اولا این که گفته بشه امریکا تهدیدی برای تشیع هست، این در درست است. این که ارزش های غربی، دموکراسی غربی، لیبرالی گری غربی، سکولر گری غربی، اینها جوانان ما رو منحرف میکنه، اما در همین حد این که اصل و اساس دین ما رو از بین ببره این نیست. اسرائیل هم او خودش با فلسطینی‌ها یک حساب و کتابی دارد و درگیری دارد. برای ما به عنوان شیعه یک مسئله حیاتی نیست مسئله فلسطین. درسته ما به عنوان فلسطین چون مسلمان هست، برادر ما هست در اسلام، جایی که از ما کمک بر بیاد ما کمک میکنیم و من منکر این حرف نیستم، اما مسئله کلیدی نیست که ما به سرحد نابودی خودمان را برسانیم به خاطر فلسطین. این نیست برای ما. بعد خب این تهدید غرب بود، تهدید وهابیت این که جوانان ما برن وهابی بشون این امکانش خیلی کم، این یا عمری بشون این نیست. بله در جایی که تبلیغ تشیع نباشد، شیعیان مبلغینشان دهانش بسته باشد، مثلا شبکه مانند شبکه اهل بیت علیهم السلام نباشد، مبلغین شیعه کسانی باشند که در حوزه علمی قم درس خوانده اند، در مدارس رسمی درس خواندن، افکار انقلابی گری دارن، اونجا بله این که جوان شیعه وهابی بشود اون امکان وجود دارد. یعنی این حتی که این به وهابیت به عنوان یک تفکر تهدید برای شیعیان باشد که جوانان ما برن وهابی بشوند یا عمری بشوند، این خیلی ناچیزه، پیش پا افتاده است و اصلا احتمالش کمه. بله جمهوری اسلامی این را به یک تهدید جدی میتونه تبدیل بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اون که ابزار تبلیغ بر علیه وهابیت او را از مبلغین شیعه سلب میکنه. شما به ابوبکر عمر حق ندارید چیزی بگویید، بله به عایشه حق ندارید چیزی بگویید. 90% یعنی قدرت تبلیغی شیعه اونجا سلب شد، و اون کسانی هم که از حوزه علمی قم امروز درس میخوانن، از مدارس رسمی درس میخوانن، افکار اونها افکار رسمی است، اونها هیچ وقت نمیتوانن مقابله بکنن در مقام تبلیغ در برابر وهابیت. بلکه خود نظام ایران سبب شده که عمریگری و میل به خلفا و میل به عایشه و دوست داشتن اینها در
قلوب بعض شیعیان اینها راه پیدا بکنن به خاطر حکومت ایران و به خاطر حرفایی که اینا میزنن که اینها خلفا بودن صحابه بودن هر چی بود از زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده با دروغ میگن که امیرالمومنین علی صاحب عایشه را احترام میکرد در حالی که اینا تهمت دروغه از لحاظ فکری اما از لحاظ عملی این که گروه های وهابی تشیع را تهدید بکنن بینندگان عزیز این تهدید خودش این گروه های تروریستی وهابی اینها نتیجه انقلاب ایرانه در پاکستان قبل از انقلاب ایران وهابی ها شیعان را نمی کشتند و شما بعد از انقلاب ایران 4-5 سال بعد از انقلاب ایران این ترورهای وهابی ها شروع شد و شروع شد و بیشتر شد و بیشتر شد و بیشتر شد در این حد که امروز رسیده عربستان سعودی و غربی ها خیلی سرمایه گذاری کردن روی مدارس وهابی در پاکستان در بقیه کشورها و او فقط یک رد عملی بود برای انقلاب ایران عکس العمل بود در برابر انقلاب ایران چون وقتی که آقای خمینی انقلاب کرد عمریا خیلی خوشش آمد از آقای خمینی یعنی آقای خمینی همون طور که بین شیعیان محبوبیت داشت به همون اندازه بین عمری ها و اونها حکام خود را دست نشانده غرب می دیدن حکام خائن می دیدن آقای خمینی را یک مرد پیر مرد عالم دین زاهد انقلابی که دشمن نه شرقی نه غربی می گوید و شجاعت دارد و می خواد اسلام را جاری بکند و این همون حرف دل عمری ها بود فقط مشکلی که داشتن آقای خمینی شیعه هست و اینها عمری بودند و دی آقای خمینی در تمام بین عمری ها محبوبیت خیلی بزرگی پیدا کرد و انقلاب ایران مردم گرایش به انقلاب ایران خیلی زیاد پیدا کردند و اونها عمری ها عموما در اون زمان زیاد بر علیه شیعه این که آقای خمینی شیعه هست و ما عمری هستیم اینم زیاد برایشان مطرح نبود با این که شیعه هست دوستش داشتند و میخواستند که از او پیروی بکنند و اینجا خوب توجه بکنید و چون اساسا خود این انقلاب کردن و اینها خودش اساسا یک فکر اخوانیگری فکر عمری که این عزت اسلام دوباره برگرده یک زمانی بود که مسلمان ها ابرقدرت بودن در جهان اشاره به عهد بنی امیه و عهد بنی عباس یک زمانی بود که کفار مثلا در اروپا ذلیل بودن باید اگر علم طب یاد میگرفتن باید میرفتن در کشورهای اسلامی علم طب یاد میگرفتن لشکریان اسلام بله در قلب اروپا میرفت فتح میکرد مسلمان ها یک زمان در از اندلس تا نزدیک پاریس همین پاریس فعلی پیشروی کرده بودن در زمان اندلس لشکر کی بود لشکر بنی امیه لشکر بنی امیه تا نزدیک خود پاریس یعنی فرانسه و میدونید اندلس هم مرزه اینها پیشروی کردن حتی تا نزدیک پاریس اما اونجا شکست خوردن دوباره عقب نشینی کردن تا اینکه اندلس کاملا سقوط کرد یک زمان مسلمان ها اینقدر عظمت داشتن یعنی ملیگرایی اسلامی برگردانیدن عظمت دنیوی مسلمان ها هانچی که در گذشته بود و آقای خمینی خیلی روی عرفا تاکید داشت که مسلمان ها عددشان زیاد است امریکا چیه شوروی چیه اینا بله مسلمان ها باید ابر قدرت باشه خب این یک حرف عمری بود این و اینا من در آینده برای شما بیشتر توضیح خواهم داد که این برگردانیدن عزت مسلمان ها که مسلمان ابر قدرت باشه این اولا در کلام ائمه علیهم الصلاة والسلام ترغیبی به همین چیز نیست اصلا ترغیبی به همین چیز نیست و اون زمانی که مسلمان ها قوی بودن ابر قدرت بودن اون زمان تاریک ترین زمان برای شیعه بود و در همون زمان ها بود که ائمه ما علیهم الصلاة والسلام یکی بعد از دیگری به شهادت می رسیدن در زندان ها شیعیان را علویین را زنده به گور می کردن و اگر امروز هم بله امروز هم اگر دوباره فرض بکنید یک امپراتوری عظیم اسلامی به وجود بیاید اون روز روز عذاب رای تشیع خواهد بود چرا؟ چون اون امپراتوری تشیع اسلامی که به وجود بیاید اون اگر در رأس آن امام معصوم علیه السلام نباشد اون یک بنی حکومت عباسی دیگر و بنی امیه دیگر خواهد بود حالا با یک تغییرات کوچک و در اون ظلم به حد اعلی خواهد بود فقط ظالم لباسش را عوض کرده سابق ابر قدرت مثلا یا شوروی بود یا آمریکا بود حالا یک بیرحم دیگر بله و این را هم بدانید که اگر مسلمان ابر قدرت بشه بیرحمی او از کفار بیشتر خواهد بود لذا خدا نکند اون روزی را برسانه که این امپراتوری اسلامی عظیم که مسلمان ها وحدت بکنند یک امپراتوری عظیم تشکیل بدن این به وجود بیاید در اونجا بله کار اول که خواهد شد تصفیه شیعیان خواهد بود و کشتار شیعیان از اول تا آخر
غیر از این که اصلا در اونجا شما امید عدالت و امید اجرای احکام اسلامی اینها را نداشته باشید، یعنی بنی حکومت بنی عباس دیگری خواهد بود. این حرفای آقای خمینی در بین عمری ها خیلی خریدار داشت، این حرفای انقلابیون ایران بود و اینها اصلا اینها حرف دل عمری ها است. اخوانیگری یعنی همین. لذا دوستان عزیز بیننده، از این مسئله حکام عرب و حکام کشورهای عمری خیلی ترسیدن که همه اینا پیرو آقای خمینی میشه. لذا چی را ترویج دادن؟ شیعه حراسی را، تکفیر تشیع را. تکفیر تشیع بین عمری ها موجود بود، کتاباش در بین ابن تیمیه اونا نوشته بود، اما اینها به عنوان یک فکر جنبش به صورت گسترده که در بین عمری ها این احیا شد و تقویت شد و نشر یافت، این نتیجه انقلاب ایران بود، نتیجه کارهای آقای خمینی بود. لذا دوستان عزیز بیننده، این امروز دشمنی وهابیت که با ما هست، این دشمنی وهابیت به این شکلی که امروز وجود داره، این خودش اثر انقلاب ایرانه. وهابیت اگر این تهدید برای ما به وجود آمده، این بعد عکس العمل و نابخردی اون کسانی هستن که در ایران انقلاب کردن، و الا این شیعه ستیزی به وجود نمی آمد. اگر اینها حکومت های عمری را تهدید نمی کردن، این انقلاب به این صورت مذهبی به نام شیعه به وجود نمی آمد، این کار به وجود نمی آمد. لذا این سه جریان، اسرائیل، امریکا، وهابیت، اینها دوستان عزیز تهدید نیستن. درسته وهابیت به عنوان گروه های جهادی اینها برای شیعان تهدید، خصوصا شیعیانی که در اقلیت هستن در پاکستان، افغانستان، شیعیان عراق، در جاهای گوشه و کنار دیگر برای اونها تهدید هست، و برای خود مردم ایران هم تهدید هست، به تهدید جدی تبدیل خواهد شد در آینده نزدیک اگر سیاست های آقای خامنه ای ادامه پیدا بکنه. من کاملا این مسئله واضح و روشنه که عربستان سعودی مقدمه چینی میکنن تا ایران را تبدیل به سوریه دیگر بکنند، و جهادی ها اون مقدار که الان در سوریه رفتن 100 برابر در ایران خواهند آمد. روزی که جهاد در ایران شروع بشود به زعم خود عمری ها، به زعم وهابیت، اون روز دیگر خواهد دید که 1 میلیون سرباز هم اگر وهابیت احتیاج داشته باشه میاره به ایران. اون قدر داوطلب از بنگال، از کشورهای عربی، از کشور پاکستان و غیران اینقدر وارد ایران بکنند برای جهاد با روافظ که تا بله دلتان بخواد. و این هم نتیجه کارهای آقای خامنه‌ای، اگر همین سیاست های آقای خامنه‌ای ادامه پیدا بکنه که با خودش را با غرب دشمن ساخته و غرب را حلیف وهابیت ساخته. اما چرا حکومت ایران تهدید جدی برای شیعیان؟ چون حکومت ایران دوستان عزیز بیننده، اینها بله منحرف در عقاید هستن، و اینها عقاید شیعه و فروعات شیعه را برای منافع دنیوی خود در هر جا استفاده میکنن و هر جا که لازم باشه، و خود اینها خوب میدانن، آقای خامنه ای خوب میدانن، قبلش آقای خمینی خوب میدانست، اینها تمنای اینکه رهبر جهان اسلام بشوند دارد، اینکه ایران رهبر جهان اسلام بشود، آقای خامنه ای ولی فقیه جهان اسلام بشود، رهبر بعدی ولایت امر مسلمین جهان در دست او باشد، و اینا خوب میدانن که عمری ها هیچ وقت او را به عنوان رهبر قبول نمی کنند، علمای عمری هیچ وقت قبولش نمی کنند، خود آقای خامنه ای یک کنفرانس وحدت اسلامی هر سال وحدت اسلامی میگذاره گذاشته، و چند سال پیش کنفرانس وحدت اسلامی بود، علما زیادی از عمریه، از تونس، از لیبی، از پاکستان، از هند، از بنگال، از کشورهای مختلف آورده بودند. آقای خامنه ای اونجا سخنرانی میکنه، بعد از سخنرانی وقت نماز میشه، میخواد نماز بده، میبینه که عمری ها رفته دو جدا کجا نماز جماعت بکنه. کنفرانس وحدت در تهران، آقای خامنه ای قبل از نماز برای وحدت اونجا ما سخنرانی کرده، وقت نماز میبینه که اونجا رفتن صف جماعت برای خودشان درست کرده، و محمدی گلپایگانی اون وقت میره با اونا فاش خواهر و مادر میده که لا مذهب. خب الان این کنفرانس وحدت، این رهبر ولی امر مسلمین جان اینجا آمده نماز بده، شما اونجا میخواد نماز جداگانه بخونید، اونا رو با فاش خواهر و مادر میاره که شما اینجا پشت سر این نماز بخونید. خود اینا خوب میدونه که عمری ها او را قبول نمی کنن. لذا اینها مجبورن که خط تقریب را و خط وحدت را، اینها را، این خط را تقویه بکنن، دست بردارن از اصول دین شیعه،
هر جایی که لازم باشه. بله، مسئله امامت را اینا کم رنگ بود، این را فورا نمیتونه این کار را انجام بدن. آقای خامنه ای نمیتونه این را فورا، خیلی از مسائل دست برداره. شعائر امام حسین علیه الصلاه و السلام را در ایران آقای خامنه ای خیلی تضعیف کرده و خیلی زیاد تضعیف کرده. حالا خود شما مردم ایران میدانید که در هیئت ها، در عزاداری ها، اصلا منبر ضعیف شد، آبروی روحانیت رفته در ایران. اینها خیلی از امور را اجازه نمیدهند، خیلی از امور را منع میکنند و انواع مختلفه که این فلان بدعت، فلان انحرافه، اونها را انجام نمیدهند، نمیگذارن انجام بدهند. و در مسائل ولایی اینها خیلی بر شیعیان سخت میگیرند و این تازه اول کاره. شما اگر دراز مدت اینها را مد نظر قرار بدهید، در 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال آینده، لذا وهابیت و امریکا، اسرائیل، اینها با عقاید شیعه کار ندارن. اینا نمیتونن جوانان ما را یهودی بسازه، خانواده های ما را نصرانی بسازه، اما حکومت ایران این کار را میتونه. حکومت ایران این کار را میتونه. اینها مرجعیت را امروز 80% مرجعیت شیعه را در دست گرفته و از مرجعیت شیعه، از آبرو و نفوذش خیلی کم، اون چیزی که در سابق بود از اون شاید 10% مانده. روحانیت شیعه اون در داخل ایران که نفوذش، سبحان الله، خدا حافظش دیگه، اون نگه. من خودم دیدم که اصلا مردم مذهبی و روحانیون توهین میکنن. مردم مذهبی و روحانیون به دیده احترام نمیگیرن، اون حالا مردم غیر مذهبی که سر جای خودش. اینها در آینده تمام مرجعیت را در دست خواهند گرفت، مرجعیت شیعه کاملا. این نسل مراجع فعلی از دنیا برود و مراجع طبقات اینا اینطوریه که 20 سال 30 سال بعد عوض میشه، نسل بعدی میاد و اینها مهرچینی کامل کردن برای فاز بعدی، مرحله بعدی، بعد از آقای سیستانی، بعد از آقای وحید خراسانی که مهره های خودشان رو را بنزه، مرجعیت را به دست بگیرن. و برای این در چند سال آینده، در این مرحله نزدیک 20 سال 30 سال اینها اگر ادامه پیدا بکنن، اینها کاملا به دست خواهند گرفت. حوزه های علمی همه در دست اینهاست، همگیش در دست اینها هست. حوزه های علمی، افکار اینها تدریس میشه در نجف اشرف، اینها پر کردن از مدرسین خود. نسل بعدی علما که به دنیا خواهند آمد، همیشه افکار منحرف اینها رو خواهند داشت، الا عده کمی. حالا و این مسئله اگر جریان ادامه پیدا بکنه، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال و تمام امکانات در دست اینها، رسانه ها در دست اینها، حوزه ها در دست اینها، مساجد در دست اینها، منابر در دست اینها، همه اینها در دست اینها. دوستان عزیز بیننده، و اینها برای منافع دنیویشان هر جا حاضرن از عقاید شیعه خرج بکنن و از عقاید شیعه استفاده سو بکنن. لذا دوستان عزیز، حالا انحرافات اینها کمه، انحرافات اینها اونطوری که هست نیست، اما قطعاً این جریان وقتی ادامه پیدا بکنه، انحرافات بیشتر می شود. انحرافات بیشتر. حالا یک عده علمای سنتی موجودن، یک عده مراجع سنتی موجودن، اما 50 سال دیگر وقتی اون زمانی که از چند فیلتر رد شده مراجع همگیش، بله، مراجع این نظام حکومت ایران با اون افکار وحدت وجودی و ابن عربی گری دیگر، بله دیگر، آدم مؤمن باید خواب بر او حرام بشود. یعنی انسان مؤمن اگر فکر بکند، خواب بر او باید حرام بشود که این چه بلایی بر سر مذهب اینا خواهند آورد. لذا دوستان عزیز بیننده، و این چارش هم خیلی سخته، چارش از امام زمان علیه السلام برمیاد. یعنی این وضع به این صورت ادامه پیدا بکنه، بعضیا میگن که آقای خامنه ای اگر بمیره دیگر رهبری ولایت فقیه از بین میره. اینا معلوم نیست دوستان عزیز، اینا خیلی شیطانن. درسته آقای خامنه ای امروز نفوذش از بین رفته، آبرویش از بین رفته، ولایت فقیه از دیگر از او فقط یک رسمی مانده و یک همه مردم فهمیده که این کلک و نیرنگ و خدعه هست، اما این جماعت شیطانند. این جماعت شیطان، شما فکر نکنید وقتی که آقای خمینی از دنیا رفت، خامنه ای کاری نبود. خامنه ای همه میدونن که یک طلبه بیشتر نیست، طلبه هم نیست، بله، سواد نداره. این جماعت با چه طریقی او رو آوردن، جا زدن، با چه طریق، با چه شیطنت های. بله، آقای خویی اون زمان زنده بود، سبحان الله، آقای گلپایگانی رحمت الله علیه زنده بود، نبودن، همگی زنده بودن. این بند خدا را، بله، ولی فقیه زدن و با بله
و امکانات چون داشتن، منابر در دست اینها بود، رسانه ها در دست اینها بود. حالا او را برایش مرجعیت هم درست کردن، امامت هم تازه به مرتبه امامت هم رساندن، حالا بهش میگن امام خامنه‌ای. لذا اینطوری نیست دوستان عزیز. کسانی که به تشیع دلسوز هستند باید به این فکر باشن و که در این مسئله اینها، این که تشیع سنتی، این راه حق همینه، این باید محفوظ بماند، این باید به نسل‌های بعدی تحویل داده بشود. اگر حوزه ها همش در دست اینها باشد، منابر در همه در دست اینها باشد، سخنانی ها همه از اینها باشد، دیگر دوستان عزیز من نمیدانم آیندهش. این بخیر شدیدترین تهدید برای مذهب ما، شدیدترین تهدید از جهاد مصیبت عظمایه برای مذهب حکومت ایران، نظام ایران. اما راه حلش چیه؟ بینندگان راه حلش خیلی سخت. امام عصر علیه السلام ایشان چهار اساس. اما این ما این معنا نیست که ما و شما مسئولیت نداریم، شیعیان مسئولیت ندارن، علما مسئولیت ندارن. نه، ما و شما مسئولیت خود را داریم. بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از دنیا رفت، همه این مردم میدانستند که امیر المؤمنین علیه السلام بر حق، همگی میدانستند. اما دست های شیاطین کاری کرد که 20 سال 30 سال نگذشت که مردم در منبرهای شرق و غرب عالم امیرالمومنین علیه السلام را لعنت میکردن، لعنت میکردن به امیرالمومنین علیه السلام. لذا دوستان عزیز، وقتی زمان میگذرد، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال میگذرد، یک تمام رسانه ها در دست یک تفکر انحرافی باشد، شما فکر نکنید که اون تفکر انحرافی در افکار مردم، در قلوب مردم مشروعیت پیدا نمی کند. اینطوری نیست. بله، و دیگر الان خود شما باید شیعیان فکر بکنن، نظام ایران در دست آقای خامنه ای باشه، شیعیان را عمری می سازد برای رهبری خودش. دست آقای خامنه ای می ترسد این کار را نمی کند. و الا رفسنجانی علنن همین چند وقت پیش سخنرانی کرد در تهران، گفت این که امام اول کی بوده؟ ابوبکر بوده یا امیرالمومنین علیه السلام؟ این اصلا اهمیت نداره، این چی مهم. خب دوستان محترم من، خب اینها حاضرن به خاطر حکومت خود دست از هر چیز بردارن. اینها به خاطر اینکه عمریا را به دست بیارن، رهبر اونها بشود، آقای خامنه ای اگر بله حکومتش از دستش نمی رفت، بله مثل اون علمای وهابی از اون چادر رکم در سر می انداخت، پاچاش هم بالا می زد تا زیر زانوش، دست بسته نماز هم می خواند. بله اینا حاضرن هر کار، اما این کارا را الان نمی تانند بکنن، چون اون وقت شیعان اینا را ترد می کنن، حکومتش از بین می ره. لذا اینها قدم به قدم، اما 40 سال 50 سال 70 سال 100 سال دیگر شما مد نظر بگیرید. لذا دوستان در دراز مدت این به فکر من الان، آسیب شناسی اگر بکنید، دشمن شناسی بکنید، این جیران بدترین دشمن تشیع امین شدیانه.